سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای محمد مهدی سیار، شاعر، ترانه سرا و مدرس دانشگاه به کتاب باز، خیلی خوش اومدید. متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب صحت، فیلمساز و کارگردان، بازیگر، ارادتمند، دوست داشتنی. خوشبختم در خدمت شما. منم خیلی خیلی خوشحالم. شما دانشگاه چی درس میدین؟ من الان ادبیات درس میدم. قبلا چه دیگه ای درس؟ فلسفه، منطق و این درس ها هم گفتم و میگم. تاریخ عرفان، این حوزه هم. میشه بپرسم رشته دانشگاهیتون چی بوده؟ رشته تحصیل من فلسفه خوندم. فلسفه؟ بله. دکترای فلسفه، دکتر فلسفه هستید؟ بله. بسیار عالی. همه اینا رو پرسیدم که بگم که آیا نسبتی بین شعر و فلسفه وجود داره؟ خب معمولا اینو میپرسن از این جهت که همه در تصور عمومی فکر میکنن که فلسفه مربوط به عالم عقل و متعلق به یه تفکر چارچوبمند منطقی مشخص، و از اون طرف شعر بیشتر مرتبط به عالم خیال و احساس، با این دوتا مقوله بیشتر سر و کار داره. ارسطو در متافیزیکش جمله قشنگی داره در همون ابتدای متافیزیک، و اونم اینه که فلسفه از حیرت آغاز میشه و از پرسش شروع میشه. اگه کسی به نظرم در همین نقطه آغازین فلسفه بیشتر بمونه، یعنی همون حیرت رو و پرسش رو بر خودش بیشتر نگه داره و خیلی سعی نکنه که خیلی زود سراغ پاسخ‌ها بره، به نظرم راهش از فلسفه میره به سمت شعر. پایان فلسفه هم به نظرم، حالا پایان که نداره، اما وقتی که کسی یه مسیر تفکر عقلانی رو درباره بنیادی ترین پرسش‌های بشر در مورد خودش، جهان و آفرینش مسیر رو طی بکنه، خیلی ها معتقدند که در نهایت باز هم به همون آغاز، یعنی همون حیرت برمیگرده، و اینجا پناهگاه فیلسوفان شعر دوباره. یعنی شعر به نوعی هم آغاز فلسفه و هم پایان فلسفه. ما تو شعرامون کدومشون از نظر شما فیلسوف بودن؟ خیلی از شعرهای تاریخ شعر فارسی اصلا پیشوندشون حکیمه، و حکیم یکی از معانی مهمش همین فیلسوفه. چند تا از شعرهای معروف ما فیلسوف رسمی هن، یعنی اصلا رساله ها و کتاب های فلسفی دارن، مثل حکیم عمر خیام و مثل حکیم ناصر خسرو قبادیانی. اما من شاعر غیر فیلسوف شاید بگم نمیشناسم. یعنی اگر بگید فردوسی که او هم پیشوند حکیم رو داره، اگر بگیم سنایی، اگر بگیم حتی مولوی و حافظ و سعدی، در تعریف امروزینش میشه اینها رو فیلسوف نامگذاری کرد. یعنی بدون جهان بینی اصلا نمیشه رفت به سمت شعر. آدمی در یک رفت و برگشتی بین تفکر کلی و دیدن و مشاهده رخدادهای جزئیه. اگر در یکی بمونه، یعنی فقط به تفکر کلی و پرسش‌های بنیادین خیره بشه، یا اگر فقط به احساسات و عواطف جزئی روزمره خیره بشه، شاید خیلی شعر موندگاری ازش نشنویم. اما اگر در یه رفت و برگشتی بین این دو شعر متولد بشه، به نظرم خیلی جذابتر خواهد بود. آی دکتر، همه جای دنیا شعرا پاتوق‌هایی داشتن، جایی که دور هم جمع می‌شدن،
شعر میخوندن، با هم حرف میزدن، تبادل نظر میکردن. ما هم اینجا پاتوقی داریم برای اینکه شعرها دور هم جمع بشن، حرف بزنن، با هم تبادل نظر کنن. شاعر و انجمن، یعنی همه، حالا همه نه، ولی بیشتر حیات ادبی شعرها در شب نشینی های شاعرانه یا در محافل ادبی و انجمن های ادبی میگذره و این خیلی مهمه برای رشد یک شاعر. من خودم اصلا آشناییم با شعر به خاطر آشنایی تصادفی با یک پاتوق ادبی شکل گرفت. جدن داستانش برمونده؟ بله، داستانش هم این بود که داشتیم از فوتبال برمیگشتیم توی مدرسه، یکی از بچه ها راهش رو جدا کرد. فوتبالم بد نبود ولی خب آسیب دیدم در حد فوتبالیست حرفه‌ای. مینیست که در حد پارش... فوتبالیست حرفه‌ای فوتبال بازی می‌کرد. نه، آسیبم در حد فوتبالیست حرفه‌ای. فوتبالتون به خوبیه، یه فوتبالیست حرفه‌ای نبود ولی آسیب دیدید. آره، آسیب دیدگیم پارگی ربات صلیبی و مینیسک و ایناست. از فوتبال آره. بخش ربات صلیبی پاره شدنش رو خیلی دارم. بعد فقط بفرمایید کدوم پستم بازی می‌کردید؟ من هافبک بودم. هافبک. آره. بفرمایید. و بعد از فوتبال یکی از بچه‌ها مسیرش رو جدا کرد. گفت من میرم انجمن، میرم انجمن ادبی. گفتم انجمن ادبی مگه داره مثلا تو اون شهر کوچیک ما؟ گفت که بله، تازه راه انداختیم و چند نفری هستیم دور هم. شهر کجاست؟ زاهد شهر در استان فارس. بله بله، نزدیک فسا. بله بله، چه جای خوبی. بله، خیلی جای خوب و شهر کوچیک دوست داشتنیه. گفتم خب منم میام. هم بیکار بودم و هم اینکه هر از گاهی فکر میکردم که میتونم یه هم مینیسک پاره شده بود واجه های اون موقع هنوز نه ولی فکر میکردم که منم شاید بتونم شعر بگم. منم رفتم و نشستم و ببینم اینا چیکار میکنن. هم چند نفری بودن که با یه معلم خیلی خوب که شاعر خوبی هم بود داشتن شعرهای همدیگر رو میخوندن و نقد میکردن و به هم کتاب شعر معرفی میکردن، با هم کتاب شعر رد و بدل میکردن. اسم قیصر امینپور رو اونجا خیلی جدیتر از اون چیزی که تو کتابهای درسی خونده بودیم اونجا شنیدم از زبان اینا. چقدر قیصر امینپور برای نسل جدید، بله، برای همه معلم بوده. بله بله، او خیلی چیزها رو به ما یاد داده و خیلی ها متأثر از زبان و تفکر و اندیشه او هستن. قیصر امینپور خدا رحمتش کنه. خلاصه اینجوری شد که اصلا من آلوده شعر شدم از همین انجمن و پاتوق که شما گفتید و خیلی اون پاتوق رو دوست داشتم. پاتوقی که تو همون شهر خودمون بود، توش غزل سرا داشتیم، سپید سرا داشتیم، ترانه سرا داشتیم. با اینکه کم تعداد بودیم اما خیلی جدی شعر همدیگر رو نقد میکردیم. تهران هم که آمدم اولین جایی که دنبالش میگشتم به طور طبیعی توی دانشگاه یه پاتوق ادبی بود که توی دانشگاه نیتم این بود که هر دانشگاهی من برم اگر داشته باشه انجمن خب میرم میشینم، اگرم نداشته باشه خودم راه میندازم و بچه ها میخوام که بشینیم دور هم شعر بخونیم و نقد بکنیم. تقریبا اولین شب خوابگاه نشینیم تا صبح با یکی از دوستان شاعر و ترانه سرا که به طور تصادفی هم ورودی در واقع شده بودیم توی دانشگاه آشنا شدم و تا صبح شعر خوندیم و همون شد شروع یک انجمن. چقدر میچسبه. شما از اهمیتش گفتین شاعر و انجمن و واقعا این نشون میده که اگر علاقه‌مند به شعر هستیم باید آدمای مثل خودمونو بهترین اتفاق دیگه با هم تبادل نظر کنیم، با هم بخونیم و بعد از هم یاد بگیریم، خط بزنیم، دوباره کار کنیم. این انجمن‌ها، این دوره هم جمع شدن‌ها، این برای هم شعر خوندن‌ها، قصه خوندن‌ها واقعاً مهمه و خیلی هم خوش می‌گذره. خیلی خوش می‌گذره. انجمنی که الان به نوعی پاتوق منه و خیلی توش رفت آمد میکنم و خیلی دوست دارم نشستن تو اون جمع رو، انجمن چهارشنبه های شهرستان ادبه. شهرستان ادب هم پاتوق، هم انتشارات و کتاب های اخیر منم اونجا چاپ شده و خیلی اتفاقات خوبی برای من اونجا. هر چهارشنبه اونجا جمع میشه؟ بله، هر چهارشنبه. و چه میکنین در شهرستان ادب؟ شعر میخونیم اولا، شعر همدیگر رو میشنویم و در موردش خیلی جدی
همزمان با لذت بردن، البته خیلی جدی نقد و بررسی، و چون میدونید واحد نقد شعر یک غزل مثلا نیست، یا یک بیت، یا یک مصرع، یا حتی یک کلمه. واحد نقد شعر حرفه، واجه. ما گاهی پیش میاد که سر حرف به حرف شعرهای همدیگه گفتگو میکنیم و تو سر کله هم میزنیم. چه فضای خوبیه که اینقدر پذیرش وجود داره که میشه حتی به حرف و واج در واقع گیر داد و اشکال گرفت و همفکری کرد. انجمنهای ادبی کلن یه همچین فضایی رو دارن. بهترین اتفاقات ما زمانیه که یک شاعر گمنامی، کسی که نمیشناسیمش، یه مرتبه میاد و معمولاً هم میگن که من شاعر نیستم ولی خب حالا یه چیزایی نوشتم، و بعد شروع میکنه به خوندن و میبینی که یه استعداد تازه، یک حرف تازه، یک زبان تازه به فضای ادبیات کشور، به فضای و گنجینه زبان فارسی داره اضافه میشه و این خیلی خوشحال کننده. بعد تا حالا پیش نیومده که کسی از کسی ایراد بگیره و باعث دلخوری و ناراحتی و در واقع اوقات تلخی بشه؟ اونم پیش میاد به هر حال. آدم ها شعراشون رو، هر کسی، هر هنرمندی اثرش رو خیلی دوست داره و خاطره هایی از این اوقات تلخی ها هم داریم در ذهن، ولی معمولا به خیر میگذره. بله، به خیر میگذره. یه حسن دیگه ای که این پاتوقا، مخصوصا این پاتوق برای من داشته، آشنا شدن با یه بخش دیگه ای از ادباست، یعنی نویسنده ها، یعنی رمان نویس ها. شهرستان ادب هم بخش شعرش خوبه و فعاله و توی انتشاراتش هم کتابای خوبی چاپ شده توی این حوزه، و هم توی رمان به طور جدی کار میکنن. اونجا که میریم یه حسنش هم اینه که برای من که خیلی رمان خون نبودم، به واسطه رودرواسی حاصل از دوست شدن با رمان نویس ها نشستم و بالاخره این آدم رو هر هفته آدم میبینه، کتابش رو زشت نخونده باشه. خیلی از کتابای این بچه ها رو به خاطر همین رودرواسی خوندم و بعد دیدم که چه اشتباهی کردم که تا الان با رمان خیلی مأنوس نبودم، و یا فکر میکردم اگه رمان هست، رمان خوب، هر همونایی هم که خارجی ها نوشتن. و تا وقتی که میشه وقت گذاشت برای خوندن رمان ترجمه ای، شاید زود باشه که آدم رمان فارسی بخونه. اما یه نسل تازه و خیلی خوش قلم و آتیه داره از رمان نویس های جوون ایرانی که دارن ایرانی می نویسن، ترجمه ای نمی نویسن و یک زبان و ذهن خودشون رو دارن و یه استقلالی دارن. این خیلی برای من خوشحال کننده بود. آقای دکتر سیار، من میخوام بخش بعدی با این سوال شروع کنم. تو این فاصله شما می فکری بکنین که از این نسل جوان نویسنده‌ای که فرمودید، چه شاعر چه رمان نویس، به ما کتاب معرفی کنین، چون بیننده ها کتاب ها رو در واقع تعقیب میکنن. از رمان های خارجی که گفتین، رمان خارجی میخوندم، ما معرفی کنین. و برای یک علاقه منده به فلسفه بگین از کجا شروع کنه فلسفه خوندن رو. به این ستا فکر کنین و بفرمین من برم براتون چای بیارم یا دمنوش. چای هم یه نوع دمنوشه دیگه، حالا همون چای میخوریم که هر دوش رو شامل بشه. خوبه، فکر کنم هر دو رو میخوریم. هم چای هم دمنوش؟ اب نداره. بله، پس من 4 تا دونه میارم. جناب سیار، قبل از اینکه به اون سوالا جواب بدین، این کلیپی که الان ما و بیننده ها دیدیم هم ترانه سرا شما هستین، درسته؟ با اجازه. بله. خب پس ترانه سرا هم هستین دیگه، یعنی مثلا صحبت شد، یعنی ترانه هایی که کلیپ شده، کار شده، خواننده هایی شناخته شده، خوندن، یه ذره درباره این اول میشه صحبت بکنی؟ ترانه یه عالم جدایی داره نسبت به شعر. یعنی یه شاعر ممکنه مثلا 10 سال 20 سال همه عمرش شعر بگه، اما پیوندی با فضای موسیقی بین خودش و شعرش با فضای موسیقی برقرار نشه. منم فکر نمی‌کردم هیچ وقت وارد این عالم بشم، یعنی عالم ترانه سرایی و تصنیف سرایی. تقریبا هم یه 10 سالی دور بودم از این عالم، یعنی فقط انجمن می‌رفتم، شعرامو تو کتاب چاپ می‌کردم و شعر رو در صورت مکتوبش می‌پسندیدم، نه در صورت شنیدنیش.
ولی این توقع از دوستانی که پیدا کردیم توی فضای موسیقی و اینها، این توقع بود که خب حالا بیا یه ترانه هم برای ما. چه فرقی داره ترانه و شعر سراییدنش؟ خیلی فرق داره که حالا شاید جای گفتگو در موردش نباشه، اما این خواندنی اون شنیدنی، این بدون موسیقی اون لزومن با موسیقی، اینا از تفاوت ها. شعر مدرن ما، یعنی شعر امروز ما، حتی غزلش، نه شعر سپیدش فقط یا نیماییش، یه فاصله‌ای به عمد از موسیقی توش به وجود آمده و شعری که امروز ما در قالب غزل و این قالب‌های کلاسیک میگیم یا نیمایی مثلا، قابل مقایسه از نظر موسیقی پذیری با شعر حافظ، سعدی و مولوی نیست. برای همین امروز تقریبا دو شاخه شده شعر، یکی شعر رسمی و یکی هم شعر برای موسیقی، در حالی که شعر حافظ، سعدی و مولوی در این حال هر دوتا ویژگی رو داره، یعنی هم شعر رسمی زمانه خودشونه و هم بهترین آثار موسیقایی همون زمان تا این زمان بر اساس این شعرها قابل اجرا بوده. این که چگونه این فاصله ایجاد شده بحثش مفصله و امروز هم این دوتا مهارت، یعنی مهارت سرودن شعر رسمی و مهارت سرودن شعر برای موسیقی، دو مهارت کاملا مجزاست که معمولا تو انجمنهای ادبی به یکی از این دوتا پرداخته میشه و بیشتر هم شعر رسمی، یعنی محفلی که متعلق به ترانه و تصنیف باشه ما خیلی کم توی کشور داریم. منم به مرور با اون عالم آشنا شدم و شروع شد و کم کم دیدم که نه، اونم واقعا مهارت‌های خاصی می‌طلبه. یک حرفایی که توی شعر رسمی نمیشه زد رو میشه اونجا آورد و اصلا زیبایی شناسی خودش رو داره. خلاصه اینجوری بگم، حالا این اثری که شنیدید البته تلفیقی از هر دوتاست، یعنی شروعش، دو بیت اولش، چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست، به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت هاست، یه غزل بوده که اصلا به نیت خونده شدن در قالب یه اثر موسیقایی سروده نشده بود، تو همین کتاب رودخانی آمده بود. آهنگساز آقای سعادتمند عزیز این کتاب رو تبرقی کرده بود و گفت که میخوام از این یه کار موسیقایی در بیارم، برای این ملودی ساخت و بعد یه ملودی فارغ از این وزن و قافیه و این ساختار ادامه اون گذاشت و گفت که بر اساس این حالا شما کلماتی بچین که از نظر معنای امتداد اون شعر باشه و از نظر عروض هم بر اساس این ملودی بشه خوندش. این شد که شد یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان، آهی جان آخر تا کی سرگردان، و ادامه پیدا کرد. الان آدم دوست داره یه بار دیگه هم کلیپ رو ببینه و بشنوه با این توضیحاتی که شما دادید. من هنوز سوالم یادم نرفته، سوالای بخش قبلی بفهمین که تالا شده مثلا تو تاکسی نشسته باشین یا یه جایی رفته باشین، مهمونی، دیدن کسی، یه دفعه یه شعری از خودتون، یه ترانه ای از خودتون بشنوید و عکس العمل بقیه براتون جالب باشه، یا دربارش صحبتی بشنوید که حالا به یاد موندنی باشه. اینم زیاد پیش آمده و خیلیاشو شاید از خاطر برده باشم، ولی بعضیش تو ذهنم میدرخشه همچنان و یک دلگرمی گاهی به من میده. مثلا همین کار رو آخرین باری که تاکسی گرفتم و شب بود رفتم خانه، راننده آدم اهل دلی بود و اهل ذوق بود و میدید که من تلفنی دارم با یکی از خواننده‌های خوب کشورمون، حالا داشتم یه کاری رو چک میکردیم برای خونده شدن، گفت که منم صدام خوبه ها، چند تا کارهایی که خونده بود و از خودش توی تاکسی فیلم گرفته بود برای من پخش کرد و این گفتگو پیش رفت و همین سوال رو پرسید که اول شعر سروده میشه و آهنگساز بر اساس اون میاد یه آهنگی رو میسازه، یا آهنگساز یک ملودی رو پیشنهاد میده و بعد شما به عنوان شاعر شعر رو روش قرار میدید. من همین مثال همین ترانه رو زدم، همین چه بگویم رو،
و اینکه وقتی متوجه شد که این کار از منه، خیلی گل از گلش شکفته بود و هی این رو زمزمه میکرد. و یک کار دیگه که قبلا با همین تیم اجرا شده بود، یعنی آقای عقیلی خونده بود، با تو نگفته بودم از گریه های هر شب، که تیتراژ سریال زیباست. چقدر هم زیباست، لطف شماست. و این دیگه تا آخر میگفت مسیر رو. تیتراژ کدوم سریال بود؟ سریال هانیه بود. بله بله بله, بله. و این وقتی که فهمید این همه سال با این کار احساساتی داشته، گاهی گریه کرده، گاهی زمزمه کرده این کار رو، و بعد حالا من که در کنارش به طور تصادفی نشستم، شاعر همون کارم، خیلی هیجان زده شده بود و این هیجانش خیلی به منم دلگرمی میداد برای ادامه کار. یعنی آدمایی که نمیشناسیمشون دارن با کلماتی که ما پشت سر هم میچینیم و احساسی که با این کلمات به مخاطب هدیه میکنیم، سر و سری دارند، و این خیلی برای من دلگرم کننده بود. یه بار دیگه همین عید امسال بود، شب عید، توی شهر شما، تو اصفهان، بله، توی ورودی شهر خودم داشتم رانندگی میکردم و تنها بودم توی ماشین که برم شیراز. خانواده زودتر رفته بودن و منم داشتم به اونها ملحق میشدم. یه مرتبه تو ورودی شهر، یه خیابون خیلی طولانیه، تو ورودی شهر یه مرتبه خوردم به یه ترافیک خیلی وحشتناک، شب عید بود. از قضا مسیر رو هم اشتباه رفتم، یعنی یه جایی که باید مستقیم میرفتم یهو پیچیدم و برگشتم توی دور برگردون، و باید میرفتم توی همون ترافیک، تقریبا یک ساعتی معطل شدم تا برگردم سر جای قبلی، و خیلی این سخت بود و آزاردهنده بود برای من. اما همیشه از خودم توی همچین مواقعی میپرسم که حالا حکمت این چی بود، یعنی منو چرا خدا اینجوری برد و چرخوند و دوباره آورد همون سر جای اولم. این سوال داشتم از خودم میپرسیدم، یه مرتبه دیدم یه تاکسی پیکان سبز خیلی قدیمی خسته جلومه، و پشت شیشش یکی از ترانه هایی که همین چند ماه قبلش آقای صنعتگر، غلامرضا صنعتگر عزیز خونده بود، این دوتا سطرش که خدایا شکر که پناه لحظه هامی، همین که ترجیبند اون ترانه هم بود، رو پشت شیشه ماشینش اومده بود. با چه حس خوبی، خیلی حس خوبی. من ولی اگه جای شما بودم، دارم خودم میذارم جای شما، اگه توی تاکسی میشستم و شاعر یک ترانه بودم و اون ترانه پخش میشد، خیلی دلم میخواست یه جوری به بقیه بالاخره برسونم که مال منه. خیلی کار سختیه که آدم ساکت بمونه، چون آدم بالاخره هی میخواد بگه این آره، ما یکی از بستگان، من اشکال نداره یه خاطره کوچیک بگم میشن. یکی از بستگان ما سالها پیش، خیلی سال پیش، پسرش پزشک بود. اون موقعی که پزشک کم، یعنی خیلی دیگه کنکور سخت و این دیگه، بالاخره پسرش پزشک شده بود و یه روز میره آرایشگاه سلمونی، همینش که نشسته بود داشتن موشو کوتاه میکردن، رو صندلی بغل آقایی که داشته بغل مو رو کوتاه میکرده هی سراغ پسر اون آقا رو میگیره، هی میگه که آقای دکتر حالشون چطوره، آقای دکتر. این دیگه به خودش میپیچیده که آبا مام پسرمون دکتره، هیچ کسی نمیتونه اینا. یه دفعه میگه که ببخشین آقا، شما پسرتون پزشکن دکترن کتم میپوشن؟ اون میگه چطور؟ میگه آخه پسر من پزشکه، ولی هرچی بهش میگم کت بپوش کت نمیپوشه. میخواستم اینم پسر شما کت میپوشه، بالاخره یه جوری رسونده بود. حالا منم اگه بودم بالاخره یه جوری، آره، منم دوست داشتم این تاکسی رو نگه دارم و بگم این شعری که تو پشت شیشه ماشینت نوشتی مال منه. ولی این حس خیلی خوشایندی بود. من شاید شعرامو توی بیلبوردا دیده باشم، توی فضاهای مجازی دیده باشم، جاهای مختلف توی کتابا دیده باشم، ولی این حس که یه راننده‌ای بعد از سالها کار، سالها سر و کله زدن با مردم، شنیدن قصه هاشون، غصه هاشون، شادی هاشون، این رو شنیده بدون اینکه بدونه، شاید به احتمال 90% نمیدونه شاعرش هم کیه، این رو سفارش داده که برام بنویسین و بعد ببره و برچسب بکنه بزنه پشت ماشین و توی یه شهر اصفهان بله. بچرخه
و این حس شکرگزاری رو، خدایا شکر تو که پناه لحظه ها می، این حرف رو منتقل بکنه. خیلی برای من خوشایند. بله و اگر مستقیم اینو دیده بودم شاید این لذتش انقدر نبود. این که فهمیدم این ماشین پشت سر من بوده تا یه ساعت پیش. ولی من چرخیدم تا بیام پشت سر این و اینو ببینم. به یاد موندنی. حالا برگردیم به اون سوالا که رمان نویس‌های مطرح امروز ایران که گفتین، رمان نویس‌های خارجی و با چه کتابایی می‌تونیم فلسفه رو شروع کنیم؟ فلسفه رو خیلی سخته که الان بخوام بگم با چه کتابایی میشه شروع کرد، ولی تجربه خودم رو بخوام بگم، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی خیلی قابل توصیه است و با اون قلم شیوای شهید مطهری که پانوشتای اون رو نوشته شروع خوبی میتونه باشه. منم با همین کتاب ها شروع کردم، اما این گله از خودمون یعنی بچه هایی که فلسفه کار میکنن هست که هنوز کتاب سهل الوصول، کتاب ساده و خوش قلمی که بشه به نسل امروز معرفیش کرد برای شروع فلسفه نداره. مثلا فلسفه شرق و فلسفه اسلامی به زبان ساده بیان بشه، یه چیزی شبیه به کاری که مثلا دنیای صوفی کرده. بله، دنیای صوفی یا لذات فلسفه. بله. ولی این یکی از پروژه های در واقع لطفا این کارو بکنیم. واقعا مثلا لذات فلسفه دورانت بسیار خوشخوانه. بله، یکی از آرزوهای من اینه که یه خلوتی و فراغتی برای خودم حاصل بشه، حداقل چیزی که به ذهن خودم میرسه رو بنویسم. ولی امیدوارم لذت فلسفه خوندن و با خوندن لذات فلسفه ویل دورانت با ترجمه درجه یک استاد عباس زریاب خویی از دست ندین. بله بفرمایید. و رمان نویسا و شاعرای اون نسلی که گفتم خیلی بهشون میشه امید داشت. من خودم کتابی از هادی حکیمیان خوندم، البته کتاب مفصل و شایدم سخت خانی بود، به نام برج قحطی، همین انتشارات شهرستان ادب چاپ کرده. من یه جا نوشتم که وقتی این کتاب تموم شد به این نتیجه رسیدم که هنوز این خاک سترون نشده و هنوز میشه انتظار شاهکار داشت. برج قحطی. برج قحطی. و نیت کردم و واقعا که اگر گذرم به یزد افتاد، چون ایشون یزدیه و اون رمان هم توی حال هوای یزد میگذره، در و دیوار یزد رو ببوسم که از توش همچین قلمی چقدر جالب، چقدر کنجکاو و برانگیز. و بعد کتابهای بعدی او، یعنی مثلا باغ خرمالو، برج نازش که بعد از برج قحطی نوشته، که البته این هنوز من نخوندم اما خیلی تعریفش رو شنیدم از دوستان، یه نویسنده خوب و آینده دار رو مژده میده به ما. محمد رضا شرفی خبوشان که کتابش به نام بی کتابی که پارسال هم جایزه جلال آل احمد مثلا گرفت. بله، به عنوان بهترین رمان سال معرفی شد. و کتاب قبلیش هم کتاب خیلی خوبی بود به نام عاشقی به سبک ون گوگ. او هم خیلی خوش قلمه و تاریخ این مملکت رو خیلی خوب میشناسه، زبان امروز و زبان تاریخ. چند رمان خارجی هم به اون معرفی بکنیم؟ فقط جسارتاً باید سریع بگیم چون وقتمون داره تموم میشه. من بردگان مرده گوگل رو خیلی دوست دارم و عرض کنم که به تازگی هم تجدید چاپ شد. سالها نبود. بله، خیلی سالها نبود و تازگی تجدید چاپ شد. خوشایندی بود. بله. خوندنش برای من. همین رو معرفی میکنم. بسیار هم عالی. یادآوری محمد مهدی سیار، مجموعه رباعی، شهرستان ادب. بله، این آخرین کتاب منه، تازه ترین کتاب رباعیه دیگه. میخوام خواهش کنم یه دونه از این رباعی ها رو بخونی. چشم. این رو تقدیم میکنم. صحرا، جنگل، پرنده، گل، رود روان، خورشید، درخت، سنگ، دریا، باران، من کیستم این میانه؟ انسان، انسان، نقاشی ناتمام دیوار جهان. عالی بود و چقدر رباعی مدرنی بود. بسیار بسیار عالی. ببخشید که من قدر تون تون دارم معرفی میکنم.
رودخانی محمد مهدی سیار با یه جلد زیبا و خاص که یادآور همون رود و خروش رود هم هست. اینم کتاب قبلی منه که مجموعه ای از قالب‌های مختلف و موضوعات مختلف توشه، از نیمایی تا غزل تا رباعی توش هست. آقای سیار فکر کنم یه دفعه تشریف بیارین و برامون بیشتر شعر بخونین، اینقدر سوال مونده که باید واقعا یه بار دیگه بیاین. حق و سکوت برگزیده کتاب سال 1389 که به چاپ هشتم هم رسیده، مجموعه غزل. اینم مجموعه بیش از 40 تا غزله که خودم خیلی دوستشون دارم و غزلهای سالهای تقریبا 78 تا 89 منه. بسیار هم عالی. ما نه چایمونو خوردیم نه دمنوشمونو. این قرار بود هر دوتاشو بخوریم، هر دو رو حالا بعد از برنامه هر دو رو میخوریم، یه کمی سرد میشه ولی اشکال نداره. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم به انتخاب خودتون یکی رو از برنامه کتاب باز به عنوان یادگاری بپذیریم. لطف میکنید. بفرمایید. خواهش میکنم. از کجا بریم؟ بله از همونجا بریم. بله خواهش میکنم. بفرمایید. چه جای خوبی. بله آره. بله چون خواستم یه باحال گفتم ببینم کلمش خوبه یا نه. خوب و باحال. آره. بله بفهمین هر کدومو که خودتون مناسب میدونید انتخاب بفرمایید. خب همه شعرهای بزرگ و دوست داشتنیه شعر فارسی هم، ولی از این بین من چون اخیراً با یه منظومه ای از نظامی خیلی مانوس شدم، با اون تحمیدیه اول مخزن الاسرارش. بله. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم و خیلی شکوهمند اون تحمیدیه. این سردیس رو اگه اجازه بدید. بله. بسیارم عالی. خیلی ها میگن قصه گوترین شاعر زبان فارسی. درسته. بله نظامی توی قصه گویی و پردازش جزئیات کم نظیره توی شعرهای تاریخ شعر فارسی. حالا که یه بیت شعر خوندین یک یا دو بیت شعر دیگه هم از هر شاعری که دوست دارید یا از خودتون شعری که دوست دارین الان اولین شعری که از ذهنتون میگذره رو برام بخونین. سختش کردین، خیلی سختش. من که گفتم از هر شاعری دوست دارید اولین شعری که به ذهنتون میاد. این که آسونه که چیزی که نمیدونم شاید به خاطر موسیقیه ولی همین الان تو ذهنم داره فقط همین میچرخه که با تو نگفته بودم از گریه های هر شب، عشقت نشسته بر دل، جانم رسیده بر لب. این بسیار عالیه، بسیار عالیه و این اصلا خاطر انگیز شده دیگه بر ما. خیلی متشکرم. اجازه بدین که یه عکسی هم بگیریم که برای ما یادگاری بمونه. متشکرم. 3 2 1 آقای دکتر میگیره واقعا؟ بله میگیره ولی تا آبروی ما رو نبره. یعنی نفس منو میگیره ولی میگیره. میگیره؟ بله نفس منو میگیره. الان من تو کادرم واقعا؟ با اختیار دارین اصلا از شما این. 3 2 1 دیدیم؟ بله بله میگم جون منو میگیره ولی میگیره. خیلی متشکرم. ما در این برنامه آرزومون اینه که مردم با هم بیشتر حرف بزنن، بیشتر گفتگو کنن و بیشتر کتاب بخونن. خدا به شما خیر بده. این پاتوقی که اینجا درست کردین خیلی دوست داشتنیه و امیدوارم که این مسیر همچنان ادامه پیدا بکنه. خیلی خیلی متشکرم از حضورتون. سلامت باشید. ممنونم. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من فاطمه ساعت میرقیصری هستم، دانشجوی رشته الهیات. فضایی که الان هستیم یه کتاب فروشی خیلی خوب از سری کتاب فروشی مورد علاقه منه به اسم کلبه کتاب که آدم به نظرم هر وقت که احتیاج داشته باشه، روحش احتیاج داشته باشه میاد اینجا و یه سری هم تفریح حسابه، هم اوقات فراغت و هم اطلاعات زیاد میشه. آره اومدم اینجا که برای یکی از دوستانم و فامیلمون دخترم کتاب بخرم به عنوان هدیه.
چون هم خودشون خیلی کتاب میخونن، دوست دارن، بیشتر کتابای علمی میخونن که خیلی علاقه من به کتابای علمی هستن و وقتشون رو با کتابای علمی میذارنن. همین که من گفتم اینو بخرم که هم غافلگیر بشه هم خوشحال بشه که دارم براش میگیرم تا بتونه استفاده کنه از وقتش، بهتر استفاده کنه. من شاید میتونستم هدیه دیگه بخرم، اما گفتم که کتاب بخرم به خاطر اینکه کتاب هم موندگارتره و هم اثر بیشتری میذاره روی آدم و آدم خودشو تصور میکنه توی اون داستان. فرقش با مثلا آدم اگه فیلم ببینه یا اگه یه کار دیگه بکنه خیلی خودشو تصور نمیکنه، اما کتاب جنبه اینو داره که آدم خودشو تصور میکنه و برای آدم موندگاره. من بیشتر رمان مطالعه میکنم و همه نوع رمانی مطالعه میکنم، البته رمانی که ارزش خوندن داشته باشه، نه هر رمانی. یکی از قشنگترین کتابایی که خوندم و بهترین کتاب سال 94 شناخته شد رمان رویای نیمه شب بود، نوشته آقای مظفر سالاری. بیشتر موضوعشه که منو جذب میکنه که اون کتابو خریداری کنم، ولی اگه یه شخصی که مثلا شخص بزرگی باشن که واقعا فهمیده باشن و مطالعه کرده باشن کتابو، اونم جذبم میکنه که بخونم. اگر قرار بود که تا این مقطع از زندگیم، تا این سنم از زندگیم یه کتاب درست بشه، اسمشو میذاشتم با خدا باش و پادشاهی کن. چون که تو زندگیم خیلی فهمیدم که با خدا میشه کولاک کرد. یعنی گاهی اوقات ما آدم فکر میکنیم خودمون میتونیم خیلی کارا رو انجام بدیم، ولی فهمیدیم اگه، حالا نمیخوام ریا کنم، ولی اگه برای رضای خدا کار کنیم اون کار 100 برابر قشنگ میشه، هم برای خودت هم برای دیگران، میتونه بهتره کنه. به نظرم خیلی خوبه. آقای دکتر کاکاوند سلام. درود بر شما. ارادتمندم. داشتیم درباره شاعرهایی که خیلی بهشون نپرداختیم ولی اشعار بسیار خوبی دارن، مثل عنصری صحبت کردیم. حالا عنصری رو من فکر کردم دیگه فقط یادآوری کردیم و اهل مطالعه مثلا جوانترها حساس شده باشن برن سراغش. میخوام از شاعر دیگری که یک نامی ازش بردیم، امیر معزی نیشابوری، براتون صحبت کنم. این شاعر فوق‌العاده خوبی بوده، اما طبیعی است که امروز کسی نام او رو نشیده و آثارش رو نمی‌شناسه. این همون شاعری است که حتی سعدی بزرگ در یکی از زیباترین و مشهورترین غزل‌هاش مشخصه که نگاهی به شعر معزی داشته. اون که میگه ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می‌رود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود، که زیباترین غزل‌های فارسی است و خیلی محزون و خیلی جذاب. یک قصیده امیر معزی نیشابوری، شاعر قرن 5 و 6 داره که با همین وزن و با همین واژه ها شروع میشه. خیلی هم قصیده خوبیه. میگه ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من، تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن، ربع از دلم پرخون کنم، خاک دمن گلگون کنم، اطلال را جیهون کنم از اشک چشم خیشتن، از روی یار خرگهی ایوان همی بینم تهی، و از قد آن سرو سهی خالی همی بینم چمن، بر جای رطل و جام می گوران نهادستند پی، بر جای چنگ و نای و نی آواز زاغ است و زغن. این یک گلایه‌مندی خیلی شاعرانه که خیلی هم شعر پرتنتنه و جذابی هم هست. خب ای ساربان سعدی واضحه، سعدی آدم باسوادی بوده، مطالعه زیاد میکرده، خیلی خوب هم وزن هم شیوه بیان رو گرفته. حالا همین آقای امیر معزی که در درباره سلجوقیان شاعری میکرده، یک بار انگار که یک شعری میخونه برای شاه سلجوقی، یک رباعیه. ببینید چه تصویرگری قشنگی داره. میگه ای ماه، هلال ماه رو دیده، در توصیف ماه یک رباعی، همش درباره ماهه. ای ماه چو ابروان یاری گویی. این در ادبیات ما مرسوم ابروی یار رو به ماه تشبیه میکنه، یا ماه رو به ابروی یار تشبیه کردن یه اقراق قشنگتری درش هست. ای ماه چو ابروان یاری گویی، یعنی چو کمان شهریاری گویی، نعلی زده از زر عیاری گویی، در گوش سپهر گوشواری گویی.
ماه رو به یه گوشواره، حالا طرح هم داده برای شکل گوشواره که شبیه هلال باشه. اینکه ماه رو ببینی و به نظر بیاد که گوشواره برای آسمون، این شخصیت پردازی نگاه تازه‌ای، حتی بعد از امیر موعظه هم کسی این تصویر رو تکرار نکرده به این زیبایی. میگن که همونجا شاه سنجری پسندیده این شعر رو و سله داده به امیر موعظه، یه اسب بهش هدیه داده که خیلی شعر خوبی بود. بعد لقبی که امیر موعظه گرفته باز همونجا خود شاه، چون شاه مشهور بوده به معز الدین و دنیا، بعد این رو میگه بهش معزی، یعنی منصوب به خودش میکنه، این لقب رو بهش امیر معزی، یعنی امیری که، این شاعری که به معز منصوب هست. بعد شاعرش رو ادامه میده، ملک الشعرای دربار سلجوقی هم میشه، سلطان سلجوقی. و یک خاطره جالبی هست که از شعرهای خوب و قشنگ امیر معزی، میگن که یک روز پادشاه چوگان بازی میکرده، بر اسب سوار بوده و با چوگان که چوب سرکجی بوده یک گوی رو مثل توپ میزدن. چوگان بازی رو دیدن بینندگان عزیزمون. حالا چی میشه؟ شاه غفلت میکنه، اسب رو به زمین میزنه. خیلی هم خب خفت داره برای شاهی که خودش رو جهانگشا میدونه و دلاور میدونه، از اسب به زمین بخوره، یه خراشی هم رو صورت شاه میفته و عنقریبه که قتل عامی انجام بده، چون شاهان اینجور وقتا یه جوری به یک خودشون تخلیه کنن، یه چهار نفر رو اعدام میکنن یا تقصیر رو گردن، آره تقصیر دیگران میندازن. یکی از کارهای کوچیکی که به نظرش میومده این که اسب رو اول از همه بکشن، خلاص کن، که این اسبی بود که شاه رو به زمین زد. امیر موعظه اونقدر باهوش بوده که قوه شاعرانش رو به کار میگیره که اسب رو نجات بده. میاد جلو، همینجوری که شاه پریشان با زخمی که به صورت داشته، خراشی که به صورت داشته، اومده که یه حرفی بزنه، امیر موعظه میگه شاها ادبی کن فلک بدخورا، روزگار رو تنبیه کن، شاها ادبی کن فلک بدخورا، کاسیب رسانید رخ نیکورا، گر گوی خطا کرد به چوگانش زن، با چوگان بزنش، با چوگان بزن گوی رو، یعنی چه؟ یعنی بازی تو ادامه بده دیگه، چون داشته چوگان بازی میکرده. گر گوی خطا کرد به چوگانش زن، ور اسب خطا کرد به من بخشورا. هم میخواد بگه به خاطر من ببخشش، هم میخواد بگه به من ببخشونه، یعنی بده به من، که هم پادشاه حالش خوب میشه در اون لحظه و هم اسبو میسپره، میگه بدید مال امیر موعظه باشه، هم منفعت میبرم جون اسبو نجات میده، هم حاله پادشاه رو خوب میکنه. خب یکی از کارهایی که اینا میکردن این بوده. واقعا وقتی به اسباب به این سادگی عصبانی میشدن، خطرهای بزرگی ایجاد میشد برای اطرافیانشون. و شاعر واقعا داستانی از رودکی دیگه همه شنیدن، وقتی که شاه سامانی بخارا مرکز حکومت رو برای ییلاق، برای اینکه تابستان هوای خنک استفاده کنه، میره به یکی از ییلاقات و اونجا بهش خوش میگذره، میمونه برای سال بعد. سال بعد باز دوباره میمونه، همه نگران که بابا شاه پایتخت رو رها کرده، مرکز رو اصلا ول کرده، رفت اونجا رو خوش میگذرونه. کسی مگه جرأت میکنه به شاه بگه که شاه برگرد برو سر حکومتت؟ بعد به رودکی میگن که تو بلدی چه جوری بگی، یک کاری کنی شاه پاشه برگرد بخارا، که اون قصیده فوق‌العاده بوی جوی مولیان رو میگه، که میگن رودکی اونقدر این رو خوب اجرا کرده، جدا از که شعر خوبه، رودکی آخه ساز هم میزده، اونقدر خوب اجرا میکنه که، و در اون شعر نمیگه پاشو برو، از بخارا تعریف میکنه، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او زیر پایم پرنیان آید همی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. شاه میگن بدون موزه، یعنی بدون کفش راه میفته سمت بخارا، اینقدر از خود بی خود میشه. خب این تأثیر تاریخی یک شاعر تواناست دیگه. ولی یکی از بهترین حکایت ها و تأثیرگذارترین ها حکایت اول گلستانه. حکایت اول گلستان هم دوباره تأثیریه که بر شاه گذاشته میشه. بله، اون دو وزیر که بازگو کنیم که بینندگان میگن یک اسیر، پادشاهی به کشتن اسیری اشارت کرد، اولین جمله‌ش. بعد اون اسیر هم خب دیگه آب از سرش گذشته، شروع میکنه بد و بیراه گفتن به پادشاه. بعد خب نمیمدن که نظر فاصله داشت، پادشاه رو تختش بوده، این پایین سر صدا میکنه، پادشاه میگه این چی میگه؟ یک وزیری که به تعبیر سعدی نیک محضره، میاد میگه هیچ چی، داره دعا میکنه به جون شاه.
بعد اون یکی وزیر میاد میگه ای بابا در شأن وزیر نیست که دروغ بگه، چرا شما واقعیت رو عوض میکنی؟ پادشاه این داره به شما فحش میده. پادشاه اونجا میگه که این دروغی که این گفت برای من پسندیده‌تر بود چون به مصلحتی نزدیک بود و این راست که تو گفتی ناخوشاینده چون به خبثی نزدیکه. و بعد اون بیت شاهکار که انگار همه این حرف هاست، هر که شاهان کند که او گوید حیف باشد که جز نکو گوید. اگه قرار حرف ما یک رفتار بزرگ رو هدایت کنه، چرا حرفای خوب نزنیم که رفتارهای خوب نتیجه اون حرف باشه؟ آقای دکتر، همین یه بیت برای یه زندگی بسه؟ من فکر کنم برای یک روزگار بسه. بله. اگر ما این رو رعایت کنیم، اون وقت مشاوران خیلی خوبی میشیم برای سیاستمداران و صاحبان حکومت. و در حرف زدن بیشتر دقت میکنیم. خیلی رو در نظر نظر. بله. خیلی 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 متشکرم. سپاس. و خدا نگهدارش.